بسم الله الرحمن الرحیم. امروز داستان صحابی بزرگوار دیگری رو میخونیم، داستان زید الخیر. ببینیم ایشون کی بوده. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در مورد ایشون میگه که در تو ای زید دو تا خصلت وجود داره که خدا و رسول اون دو تا خصلت، اون دو تا صفت رو دوست دارن. یکی این مردانگی و جوانمردی تو، یکی بردباری و حلمی که تو داری. این رو خوب بشنویم، ببینیم. خیلی نکته مهمیه، شاید این قصه براتون خیلی عجیب باشه. ما ضرب المثل معروفی داریم که انسان ها مثل معادنن به خاطر اخلاقشون و صفتشون. نیاکن ژنتیکی نیست که کسی بگه من نه ژنتیکی اینجوریم. خود انسان این اخلاق و صفت رو کسب میکنه، مثل معادنن. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میگه خیارهم فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام. بهترین انسان ها در جاهلیت همونها بهترین انسان ها در اسلام میشن. یعنی وقتی صفت های چون اینجوری نیست که ما فکر کنیم در جاهلیت چون اینها مشرک بودن همه صفت هاشون بد بوده. ما امروز بسیاری داریم از افرادی که سالها با شرک و قبرپرستی سر کار داشتن، اما انسان های بخشنده، خیر، جوانمرد و بسیار انسان های دست و دلبازی بودن، دل رحمی بودن، اما مبتلا به شرک بودن. همین ها وقتی که هدایت میشن میبینید اصلا داستان عوض میشه و همین صفات تبلور بیشتری پیدا میکنه و فقط از شرک نجات پیدا کردن و در بندگی خدا میبینی در یک حالت بهتری هستن. اینجاست که خیارکم فی الجاهلیه خیارکم فی الاسلام، یا خیارکم فی الجاهلیه خیارکم فی الاسلام، این مسئله رو نشون میده. حالا ما میخوایم در مورد این صحابی بزرگوار تصویر جاهلیتش رو بکشیم، بعد تا ببینیم که در دورانی که این مسلمان میشه چقدر فرق میکنه و چگونه است و حالات خودش. این صحابی اسمش در واقع در دوران جاهلیت به نام زید الخیل بود. زید الخیل، خیل به گله میگن، به اون سوارکار میگن، به اون مواردی که مثلا کاروانهایی که دارن، کاروانهای جنگی یا گروه های غارتگری که وجود داشتن که این کار رو انجام میداده و شاید هم به موارد خاصی که بوده. حالا داستانی که بخونیم متوجه میشید و مردم در جاهلیت بهش اینو میگفتن، زید الخیل. اما وقتی که این مسلمان شد، شد زید الخیر. زید الخیل شد زید الخیل. چرا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفت نه دیگه، تو دیگه زید الخیل نیستی، تو زید الخیر هستی، زیدی هستی که خیر فقط از دستان تو بیرون میاد. حالا میریم ببینیم در کتاب های ادبیات داستان ایشون رو چگونه نقل میکنن. خیلی داستان جالبیه. شیبانی نقل میکنه از شیخ بنی عامر، از یکی از بزرگان بنی عامر. با این بزرگ بنی عامر میگه که در یک سال خشکسالی بر ما اومد، اون سال خشکسالی تمام محصولات و حیوانات ما همه از بین رفتن. یکی از قبیله ما وقتی دید شرایط اینجوریه با خانواده خودش به سرزمین هیره رفت. هیره همون حد فاصله بین سرزمین فارس و سرزمین عرب بود و اون مکان اولیه‌ای که جنگ‌های بین عرب‌ها و بین فارس‌ها رخ داد در هیره بود، مستعمره فارس‌ها بود در اون زمان. میگه به هیره رفت و فرزندانش رو اونجا گذاشت، زن بچه‌ش رو، گفت شما همینجا باشید که من میخوام برم براتون غذا و بالاخره چیزی روزی پیدا کنم، برگردم. نمیتونم این وضعیت رو تحمل بکنم، چرا که دیگه منطقه خودشون دچار میگم گرسنگی و قحطی و فقر وحشتناکی. قسمم خورد که من به هیچ وجه بر نمیگردم مگر اینکه برای شما یا مالی ثروتی چیزی به دست بیارم یا خودم از گرسنگی یا بمیرم هر طریقی شده. یه مقداری با خودش بالاخره توشه نان خشک یا خرما یا هر چی برداشت و حرکت کرد به اینی که بره برای خودش روزی پیدا کنه بر اساس همون رسم و قبایلی یا هر چی که داشت. خب آدم گرسنه هر اتفاقی ازش سر می‌زنه. منم یاد یک انسان خیلی شریفی بود، یه روزی میگه من اگر بدونم که بچه‌ام زن و بچه‌ام گرسنه هستن ممکن هر کاری دستم در بر بیاد انجام بدم. اون هم واقعا یک شخصیتی بود که دور شخص روحی قبایلی داشت. ایشون میگه که من رسیدم برای دیدم که بالاخره یک مرکبی چیزی رو بستن در جایی قرار داره. یک حیوانی بود بالاخره نزدیک یک خیمه. میگه من رفتم دیدم این بسته شده، من این با بندهاشو باز کردم، همین که میخواستم که اینو بردارم برم، گفتم این اولین چیزی که گیر آوردم دیگه، مالی که گیر آوردم هر چی شده بالاخره. میخواستم سوارش بشم، دیدم که یک صدایی به من گفت، گفت اگر از جانت سیر شدی سوارش بشو، والله این حیوان رو همینجوری رها کن و بذار و برو.
که صاحب همون حیوان بود، حالا در اون خیمه بود یا هر چی بود، میگه من دیگه ترسیدم و رفتم. 7 شبان روز میگه رفتم تا به یک محلی رسیدم که چراگاه شتران بود. دیدم در یک گوشه این چراگاه شتران، در قسمتی که بود که مثلا اونجا فارغ بود، شتران معمولا می آوردن می بردن، دیدم یک خیمه بزرگی زده شده که از پوست درست شده که نشون میده صاحب این خیمه آدم ثروتمند و دارای نعمت فراوان هست. با خودم گفتم خب طبیعی حتما در این چراگاه شتر خواهند آورد و منم سعی میکنم در اینجا خودم پنهان میکنم، از این شترها گیرم بیاد با خودم ببرم. میگه به خیمه نگاه کردم، تو این خیمه چادر نگاه کردم، دیدم بله در این یک پیرمرد خیلی نحیف و پیری قرار گرفته و تاریک بود هوا. میگه من هم رفتم پنهانی در درون این خیمه وارد شدم، در یک جایی در موقعیتی پشت سر این پیرمرد خودم پنهان کردم، طوری که این پیرمرد متوجه من نشد. پیرمرد خیلی ضعیف و نحیف بود. میگه به مجرد اینکه چیزی نمونده بود هوا غروب بکنه، به اصطلاح ما هوا گرگومیر شده بود، یک قهرمان، یک سوارکاری که تا به حال مشابه این رو میگه من ندیده بودم و دیده نشده بود، چند نظر جسم و هیکل و توانمندی، با سوار یک به قول معروف یک اسبی بود و باهاش همینجوری میومد و در کنار این دو تا غلام هم بودن داشتن باهاش میومدند و 100 تا شتر هم همراه اینها بود. حدود 100 تا شتر، حالا یعنی اگه بگیم شمرد میگه حدود 100 تا شتر همراهشون بود. جلوی این شتر هم یک شتر شیرده بزرگی بودش که میگه وقتی اینجا رسیدن این شتر چیکار کرد؟ نشست روی زمین و شترهای دیگه هم کنار اون نشستن. بعد این سوارکار رو به این دو تا غلامش کرد، این جنگجوی سوارکاری که میگه خیلی اصلا عجیب بود، گفت که شیر این شتر رو بدوشید، اشاره کرد به یک شتر چاقی که بود و گفتش که این به پدرم بدید بین شیر رو بنوشه. میگه خب اینو دوشیدن و آوردن ظرف و جلوی پدرشون گذاشتن. پدرم خب خیلی ضعیف و نحیف و پیر و اینها بود و زیاد به این شیر توجه نکرد، یه قورتی خورد شیر رو گذاشت اونجا، یه قورت یا دو قورت خورد و رهاش کرد. میگه من که خب خیلی تشنه هم بودم، یواشکی این ظرف رو برداشتم و تمام این شیر رو خوردم، دوباره ظرف رو گذاشتم سر جاش. میگه گذاشتم سر جاش، اون غلام اومد دید ظرف خالی شده، رو به اون اربابش کرد، گفت ارباب ببین که تمام شیرا رو خورده. میگه این سوار کار خیلی خوشحال شد و گفتش خب اشکال نداره، دوباره شیر بدوش و از اون شتر دیگه اشاره کرد که شاید شیرش بهتر باشه، اینو ببره دوباره جلوی پدرم بذار. میگه باز دوباره اینو دوشید و آورد جلوی اون پدر یا اون پیرمرد و اون بنده هم میگه که این کار کرد و آورد و با دوباره پیرمرد یه قرد خورد و باز گذاشت و دوباره من این دفعه ترسیدم همشو بخورم، گفتم نکن بفهمن، نصف این شیر رو خوردم و گذاشتم اونجا سر جاش که در مورد من یه وقت شک نکنن که ببینن چیه که اتفاق افتاده، بیاد اون سوار داخل برای من درد سر بشه. بعد میگه که به اون غلام دیگه‌اش گفت یه گوسفندی رو بکش، گوسفندی رو کشتند و بالاخره میگه اون گوسفند رو آتش کباب کردند و آوردند و خودش میخورد و با دست خودش هم تو دهان این پیرمرد میذاشت تا بالاخره این پیرمرد سیر شد و حتی غلامانش هم اینا همه خوردن از اون. تا اون که میگه زیاد نگذشت دیگه همه خوابیدن، خواب عمیقی که فرو رفتن. میگه من رفتم به طرف همون شتر بزرگی که همه شترها تابعش بودن، این رو باز کردم اون اقال خودش یا اون بندی که بهش داشتم و حرکت کردم. میگه همه این شترهایی هم که اونجا بودن به دنبال ما راه افتادن. میگه ما این مسیر رو رفتیم، مسیر خیلی طولانی، دیگه هوا ظهر شده بود، یه دفعه از دور دیدم که گویا که یک عقابی چیزی داره به طرف ما بیاد، دور بود دیگه، خیلی به چشم نمی اومد. میگه همچنان داشت این نزدیک میشد، همچنان نزدیک میشد، یک دفعه دیدم با یک سوارکار قدرتمند. کدوم سوارکار؟ همون سوارکاری که من رفتم شتراشو دزدیدم و اینجوریه و به دنبال شتراش اومده بود. میگه دیگه دیدم کاری نمیتونم بکنم، این شتر رو اونجا بندشو بستم و خودم پشت شتر نشوندمشو، غالش کردم و بستم، خودم پشت شتر در کمین شدم و بالاخره تیر به کمان به دست گرفتم و آماده شدم برای مقابله. کاری هم دیگه نمیتونستم بکنم. میگه اون سوارکار دور از من ایستاد و گفت به من که شترها رو رها کن برن، باز کن شترها رو برن. گفتم من این کار رو نمی کنم، من زن بچه گرسنه‌ای دارم پشت سر خودم در حیره و قسم خوردم به نزدشون بر نگردم مگر اینکه مالی یا ثروتی چیزی گیرم بیاد یا اینکه بمیرم. گفت خب تو میدونی الان من در برابر من ایستادی، تو خود به خود کشته خواهی شد اگر بخوای مقاومت بکنی، باز کن شترها رو بره.
کلمه اصطلاح هم عربا دارن لا ابن لك، بی پدر بازش کن بره مثلا اصطلاح جریان. گفتن نه من هرگز این کار رو نمی کنم. گفت تو آدم مغروری هستی. گفتن نه من مغرور نیستم، من مشکل دارم. گفت نگاه کن روی این زمام شطور، این تناب سه حلقه وجود داره. گفت تو هر کدوم از این حلقه ها رو انتخاب بکن، هر کدوم از این حلقه ها رو انتخاب بکن، من میخوام یه چیزی بهت نشون بدم. میگه من یه حلقه رو انتخاب کردم، انگشت خودم اشاره کردم. میگه تیر خودش رو رها کرد، از وسط این حلقه رد شد، مثل که با دست خودش رد کرده باشه، و چند تا تیر پی در پی رها کرد که از این حلقه رد شد. من دیگه فهمیدم دیگه کار من نیست که مقابل این بیستم و فلان. بعد دیگه کمان خودم رو گذاشتم کنار و تسلیم شدم. وقتی به من نزدیک شد شمشیر رو کمان من رو گرفت، گفت پشت سر من سوار شو، و من هم پشت سرش سوار شدم. میدونستم با این دیگه من نمیتونم مقابله کنم. گفت نظرت اینه که من با چه کار خواهم کرد؟ گفتم به نظرم بدترین رفتار با من خواهی کرد. گفت برای چی این فکر رو میکنی؟ گفتم به خاطر کارهایی که من انجام دادم. من این همه به سختی ها وارد کردم، این همه برات مشکل فراهم کردم، میترسم که دیگه فکر میکنم تو این کار خواهی کرد و از من انتقام خواهی گرفت. خداوند خلاصه تو رو بر من غلبه داده و اینها، و دیگه میدونم تو با من این کار رو خواهی کرد. حالا فکر میکنید که این سوارکار یا این قهرمان چه خواهد گفت؟ چون وقت ما امروز پایان رسیده، دنباله داستان رو در جلسه بعد خدمت شما ارائه خواهم داد.